سلام سلام، خوش آمدین به دور همی لاستافازیمون. خبر خوب این که این آخرین دور همی ما نیست. با وجود اینکه این برنامه بررسی قسمت آخر فصل اول لاستافازه، من علل حساب دو تا ایده دیگه دارم برای اینکه دور همیمون رو ادامه بدیم. یک، یه ویدیو بسازم برای بررسی کامل فصل اول، و دوم اینکه حقایق سریال رو یه ویدیوی دیگه بکنم، حقایق جالبی که ممکنه ندونید. امیدوارم این خبر براتون جذاب بوده باشه. خوبه بدونید که کارگردان این قسمت هم علی عباسیه، و با پیش‌فرض اینکه میدونید این برنامه اسپویل کامل قسمت آخر فصل اول لاستافاسه، میریم تو دل این قسمت. نکته جالب این که اشلی جانسون نقش مادر الی رو بازی کرده. انتخاب خیلی خوبیه، چون اشلی جانسون بازیگر و صدا پیشه نقش الی در نسخه بازی درستافازه. معنادار از این جهت که واقعا انگار مادر نقش الی که بلا رمزی در سریال داره بازی میکنه اشلی جانسونه، چون نقش الی رو در نسخه گیم بازی کرده. اشلی جانسون دارن وقتی که نیل دراگمن باش تماس گرفته و گفته که قرار بازی بکنی توی سریال، از خوشحالی گریه کرده. میگه فکرشو نمیکردم این اتفاق بیفته، خیلی خوشحالم کرد. مثلا باید به طراحی لباس مادر الی دقت کنیم. یه تم زندگی توشه و باید باشه. ناسلامتی قراره منجی دنیا رو به دنیا بیاره. اینجا دقت کنید که میره دقیقاً زیر درخت و زیر ریشه های درخت میشینه. این هم معنا داره. انگار میخواد زندگی ببخشه، رشد ایجاد بکنه. کلاً اون اتاق خیلی طراحیه که مرتبط به جریان پیدا کردن دوباره زندگیه. حتی روی اون کلید دیوار هم طرح برگ سبز هست. همه چیز این مبتلایی که حمله میکنه خوبه، ولی به خاطر نور کم و قاب بندی خوب نمیبینیمش. وحشت کم رخ میده چون فوکوس روی مبتلا نیست. وگرنه تحریزی سکانس به شدت هولناکه. زنی که میخواد بچهی به دنیا بیاره، دقیقاً لحظهی که زایمان میخواد اتفاق بیفته مورد حمله یک مبتلای وحشی قرار میگیره. اینجا میفهمیم که کی مارلین با الی کانکت شده. البته وقتی مادر بچه رو به مارلین میسپره، مارلین برای اینکه جای الی خوب باشه اون رو وارد میکنه در جایی که دشمنانش هستن، یعنی میفرستتش پیش افراد فدرا، اونجا بزرگ شده. الی تحت تاثیر اونچه از سر گذرونده، خصوصا کشتن فجیع دیوید، دچار حالات تقریبا افسردگی شده. اون دختر پر حرف و پر انرژی هی تو فکر میره و سکوت میکنه. حالا این جوله که وابسته تر از همیشه سعی میکنه پای الی رو دوباره روی زمین بچسبونه و برش گردونه. زرافه رو به اندازه بقیه جلوه های ویژه سریال دوست نداشتم. حس میشد به صحنه اضافه شده. به هر حال علی‌رغم تلاش جول، خود طبیعت، خود زندگی نظر الی رو به زندگی برمیگردونه. اینجا جول بهش میگه چیزی که امیدوار بودی ببینی، میگه خوبی‌ها و بدی‌هاشو داره، ولی عجب منظره محشریه. به نظرم توصیف زندگیه. خوبی‌هاش و بدی‌هاشو داره، ولی خب نگاش که می‌کنی قشنگی‌های فوق‌العاده‌ای داره. البته به نظر من بدیهاش اصولا میچربه به خوبیهاش، ولی شاید ارزشش رو داشته باشه، نمیدونم، هنوز دارم بهش فکر میکنم. یک نکته جالبی که گریگ میزن توی پادکست میگه یا نیل دراگمن میگه ما ساختار فیلمنامه رو دو پهلو پیش بردیم. یعنی آدمه نمیگه دوست دارم، یه چیزی میگه که معناش میشه دوست داشتن. مثلا بیا بریم این کار رو تموم بکنیم، بعدش هر جا که تو بگی من باهات میام، یعنی دوست دارم دیگه. مثلا جول نمیگه من خودکشی کردم، میگه اون کسی که تیر زد خودم بودم. از لفظ خودکشی استفاده نمیکنه، دو پهلو مطرحش میکنه. بعد الی میگه خوشحالم کاری که کردی جواب نداد، یعنی نمیگه خوشحالم که تو زنده ای، نمیگه دوست دارم، میگه خوشحالم کاری که کردی جواب نداد، دو پهلو مطرحش میکنه. از این جنس اتفاقات زیاد توی سریال میبینیم. مثلا الی نمیگه من اسلحه میخوام، اپیزود دوم بود فکر کنم یا سوم، میگه این دست من خالیه، یعنی اسلحه میخوام. جول از اون برش میگه خوش به حالت، یعنی بهت نمیدم. نمیگه بهت نمیدم، میگه خوش به حالت.
این ساختاره رو داره. میگه زمان زخما رو خوب میکنه نه؟ بهش نگاه میکنه میگه به خاطر زمان نبود. نمیگه به خاطر تو بود. میگه به خاطر زمان نبود. ولی منظورش اینه که به خاطر تو بود که زخم من خوب شد. بعد عاشقانه مثل یک پدر و دختر به هم نگاه میکنه. دو پهلوه. دقیقاً عین کتاب جوکی که جوکهای دو پهلو داره. و اینا به خودشون هم میکنن و از رو جوکهاش میخونن و میخندن. میگه بعد از سارا هدفی برای ادامه دادن نداشتم. الان هدف دارم. ببینید داره یک کاشتی انجام میده. داره نشون میده چقدر جول وابسته شده به الی. الی سارای جوله، دخترشه عملا. تمام. همون چیزی که در طی 8 قسمت قبلی و در طی این قسمت داریم میبینیم و میشنویم باعث میشه جول اون تصمیم رو در انتها بگیره و اون کار رو بکنه توی بیمارستان. تا جول به جوک لبخند میزنه، آدم‌ها از اون پشت ظاهر میشن و حمله میکنن. زمان خوشی‌های زندگی همینقدر کوتاه. تا میخنده یه مشکل از پشت داره میاد سراغشون. اینجا ما یه اطلاعاتی به دست میاریم که چی شده. الی مصون شده. مارلین توضیح میده که دکتر تشخیص داده سرچماقی‌های بدن الی از بدو تولدش تو بدنش رشد کردن. نوعی پیامرسان شیمیایی تولید میکنه، موجب میشه سرچماقی های عادی خیال کنن خودش سرچماقیه، واسه همین مصونه. چه اتفاقی افتاد تو سکانس اول؟ مادر مورد حمله قرار گرفت، گزیده شد، بعد دید بچه متولد شده. چند ثانیه بعد از گزیده شدن سریع بند ناف رو قیچی کرد تا بچه مبتلا نشه. اما توی همون چند ثانیه اتفاقی تو بدن این بچه رخ داده، انتقالی از بدن مادر به بدن بچه رسیده که در اون لحظه خاص، یعنی لحظه تولد، باعث شده الی این ساختار شیمیایی رو در بدن خودش تولید کنه و مصون بشه. چیزی که من برداشت کردم از توضیحات این سکانس و ارتباط دادنش با سکانس تولد. اگه شما توضیح منطقی تری به ذهنتون رسید لطفاً برام بنویسید. میگه میخواد دکتر میخواد از بدنش خارجش کنه و همون پیام رسانهای شیمیایی رو تولید کنه. جول میگه سرچماقی که توی مغز رشد میکنه. مارلین میگه درسته. اینجا جول میفهمه که الی توی این پروسه کشته میشه و جول آدمی نیست که اجازه بده دوباره دخترش رو ازش بگیرن. اینجا وارد یک فاز عجیب غریب میشه سریال. یه دوگانه اخلاقی احساسی، یه دوگانه انسانی احساسی که خیلی غریبه و تکلیف قطعی رو روشن نمی‌کنه. ببین در موردش حرف بزنیم. مارلین همون آدمیه که به مادر الی قول داده از ما الی محافظت کنه، اما چون هدف بزرگی در ذهنش داره و تصمیم گرفته بشریت رو نجات بده، حاضره از الی بگذره دنیا رو نجات بده. ولی جول در جایگاه آدمی به عنوان پدر الی حالا حاضره دنیا نابود بشه ولی دخترش زنده بمونه. به این فکر کنیم که هر پدر دیگری هم این تصمیم رو میگیره یا نه. لااقل اکثریت پدرها تصمیمشون همین خواهد بود، بچه من زنده بمونه دنیا به درک. کدوم درسته؟ کدوم یکی از این دوگانه درسته؟ من که جواب قطعی نمیدم. حتما کاری که مارلین میکنه انسانی تره، اگرچه که غیر انسانیه. به خود الی نمیگه قراره بمیری، حتما باید از خودش اجازه میگرفت. ولی اینور اینم حق داره، اینم پدره. خیلی خیلی سکانس عجیبی در پیشه، سکانس کشتار آدم. معمولا سینما کارو راحت میکنه، طرف یکی رو میگیره، یکی رو محق میدونه، بعد به ثمر نشستن تلاشش و زنده ماندن قهرمان و از بین بردن دشمنانش رو برای ما جذاب و شیرین به تصویر میکشه. اما اینجا خالق نمیخواد حق رو کامل به جول بده. جول قهرمان ماست، الی قهرمان ماست. جول داره دشمنان رو از این وسط از بین میبره تا الی رو نجات بده. ولی ما نمیتونیم کامل به جول حق بدیم، چون این آدمایی که این وسط دارن کشته میشن نیتشون نجات بشریته. کارگردان چی کار میکنه که ما این احساس دوگانه رو که هم خوشحالیم از اینکه الی قراره
زنده بمونه و جل دشمنان رو از بین میبره رو احساس بکنیم. هم غمگینیم و ناراحتیم و احساس میکنیم که جل داره در این حال جنایت میکنه. هر دو رو همزمان هر دوی این احساس ها رو داشته باشی. جل مهاجمین رو از پا در میاره، میگی ایول. کات از بالا نمای همزاد پندارانه با فرد کشته شده نشون میده. اون چه گناهی داشت جز تلاش برای نجات بشریت؟ هر دوی این حس ها رو در ما ایجاد میکنه. جل حتی به کسی که تسلیم شده هم رحم نمیکنه. موسیقی که روی صحنه های اکشن معمولا کار میشه موسیقی حماسی سعی میکنن کار، اینجا به قول خود کریگ میزن غمگین ترین موسیقی سانتا اولایا رو استفاده میکنن برای اینکه این دوگانه ایجاد بشه. فیلم برداری، تدوین، صداگذاری و موسیقی عالی‌اند. فضا سازی در ذهن کلیشه‌ای ما به عنوان مخاطبین سینما میطلبه و دستور میده که این تصاویر رو اسلو موشن ببینیم با توجه به این موسیقی و ساوند افکت ها. ولی خالق این کارو نمیکنه. اسلو موشنش نمیکنه. پس به نظر من باعث میشه این تضاد باعث بشه ذهن ما، مغز ما روشن بمونه. تو یک خواب خونسای لذت بردن از تماشای تصاویر فرو نره. هی فکر کنه. هی خودشو به چالش بکشه. کار درست کدومه؟ این اتفاقی که داره میفته درسته یا غلط، خوبه یا بد؟ بازم یه پلان همدلی برانگیز دیگه از فرد کشته شده. خب اینو معنا داره. حالا ما گفتیم اینا میخوان بشریت رو نجات بدن. حواسمون باشه ولی ذهنمون داره چه خوراکی میگیره از اثری که میبینه. بله اینا میخوان بشریت رو نجات بدن. ولی حق ندارن بدون اینکه به الی بگن، بدون اینکه خودش راضی باشه بکشنش، بشریت رو نجات بدن. من اینجوری فکر میکنم. خودش باید بخواد، که احتمالاً اگه بهش میگفتن هم میخواست، میپذیرفت این کارو بکنه. وایبی که الی داشت تو این قسمت میداد بهمون این حدس رو پر رنگ میکرد توی ذهن ما که اگه بهش صادقانه میگفتن میگفت بکشید من رو، دنیا رو اگر میتونید به این وسیله نجات بدید. مارلین هم میگه دیگه، میگه اگه خودش بود به نظر تو چه تصمیمی میگرفت؟ اگه اینجوریه پس جل چرا داره تلاش میکنه نجاتش بده؟ مگه جل نمیخواد به خاطر الی رو نجات بده؟ یه مبحثی که من همیشه بهش فکر میکنم اینه که ما از درد کشیدن عزیزانمون خیلی غمگین میشیم. دوست نداریم عزیزانمون درد بکشن یا از دنیا برن، چون دوستشون داریم. حتما این وجه ماجرا وجود داره. اما فکر میکنم یه چیزی پشت اینم هست که از این هم شاید قوی تره، چون ما خودمونو دوست داریم. چون نمیتونیم تحمل کنیم درد کشیدن عزیزمون رو ببینیم، چون دوستش داریم. این چقدر این زنجیری عجیبیه. در نهایت ولی داریم به خاطر خودمون انگار این کارو میکنیم، چون تحمل درد کشیدن عزیزمون رو نداریم میخوایم درد نکشه. نه فقط به این دلیل که چون دوستش داریم میخوایم درد نکشه. پس من الان دارم از کی حفاظت میکنم؟ از اون یا از خودم؟ من تحمل ندارم عزیزم رو از دست بدم. چون دوستش دارم و چون دوستش دارم خیلی به خودم سخت میگذره. پس به خاطر کی دارم این کارو میکنم؟ همین شرایط برای جل هم صادقه. شما چی فکر میکنید؟ ما در حین حفاظت از عزیزمون بیشتر به خاطر اون داریم این کار رو انجام میدیم یا به خاطر خودمون؟ کدومش؟ تو لحظات آخر قسمت آخر فصل اول الی به جل میگه قسم بخور به جون من که درباره فایرفلای ها دروغ نگفتی. جل در حالی که واضحه داره دروغ میگه، میگه قسم میخور. و حتما الی میفهمه که جل دروغ گفته. میگه اوکی، منتظر میمونیم فصل بعدی بیاد ببینیم این دروغ چه تبعاتی خواهد داشت و اتفاقات پیش رو چه خواهد بود. خواهش میکنم از کسایی که سریال که گیم رو بازی کردن، برای ماهایی که اولین مواجه همون با دلستافا سریاله، چیزی رو از فصل بعدی اسپویل نکنن. امیدوارم از این برنامه لذت برده باشید. منتظر دور همی بعدی باشید. نکته‌ای هم اگه هست، ایده‌ای هم اگر دارید و درخواستی درباره ساخت برنامه ها درباره دلستافاز برام بنویسید.
خیلی مخلصم، خیلی به من خوش گذشت توی این 9 اپیزود و این 9 برنامه. فعلا.